صحبت‌های جدید محمد دانشگر پس از فحاشی به احسان علی خانی و آریا عظیمی نژاد. صحبت‌های آریا عظیمی نژاد در برنامه عصر جدید که از اسراء ماچونی به عنوان یک انسان اولیه یاد کرده بود، روز گذشته با واکنش تند محمد دانشگر همراه شد. هرچند که این بازیکن ساعتی بعد به درخواست مهدی رحمتی استوری مجدد گذاشت و اعلام کرد که از الفاظ درستی استفاده نکرده است. دانشگر حرف‌های جدیدی در مورد توهین مجری‌های صدا و سیما به باشگاه استقلال به زبان آورد که در ادامه آنها را گوش می‌دهید. متأسفانه از اول فصل مجری‌ها و بازیگران تلویزیونی علیه استقلال صحبت می‌کنند و این واقعاً زشت و زننده است. یک روز لوگوی استقلال را مسخره می‌کنند، یک روز به ستاره‌های این تیم ایراد می‌گیرند و حالا هم سرمربی سابق این باشگاه را مسخره می‌کنند که همه می‌دانند چقدر برای این تیم زحمت کشیده و همه چقدر دوستش دارند. متأسفانه یک سری از مجری‌های صدا و سیما تیکه شورش را درآوردند و هرچه دلشان می‌خواهد می‌گویند. من فکر می‌کنم باشگاه استقلال هم در این مسئله مقصر است. اگر یک بار کسانی که از چنین الفاظی علیه استقلال استفاده می‌کنن را به دادگاه بکشانند، دیگر شاهد این موضوع نخواهیم بود. کسی حق ندارد علیه استقلال صحبت کند و فکر می‌کنم مدیران استقلال در این زمینه کمکاری کردند. همین است که هر کسی به خودش اجازه می‌دهد توهین کند. استقلال را به خاطر تاریخ و فرهنگ بزرگش می‌شناسند و به همین دلیل من تا حالا حرفی در مورد توهین‌هایی که می‌شود نزده بودم. اما به عنوان یک استقلالی و کسی که 2 سال در این تیم بازی میکنم از حرفهای این آقا خیلی ناراحت شدم. قبول دارم از الفاظ درستی استفاده نکردم، اما تا کی باید سکوت کنیم؟ باشگاه باید جلوی کسانی که به استقلال توهین میکنند بایستد و هر کسی نباید به خودش اجازه دهد در مورد استقلال صحبت کند. سوال من این است که آیا در این مدت بلایی بوده که سر استقلال نیامده است؟ میگویند استقلال چند سال است نتیجه نمیگیرد، ولی شرایط ما را ببینن. اول فصل این تعداد بازیکن از ما جدا شد، همت کردیم و تیم را به صدر جدول رساندیم، ولی این بار سرمربی ما رفت. ما در استقلال هیچ چیزی نداریم و این چیزی است که مردم باید بدانند. فقط این را میگویم، هر بلایی ممکن بوده سر استقلال آمده است. باشگاه استقلال نه مدیر عامل دارد و نه چیزی و این مسئله است که بسیار دردناک است. قرار بود ما قبل از بازی با الکویت دریافتی داشته باشیم که نشد و حالا حتی شب عید هم پولی به ما ندادن. بازیکنان ما برای خرج خود ماندند و ما هم خانواده داریم. ماساژورها و تدارکات ما شب عید پولی نگرفتند و این موضوع واقعا دردناک است. همه بازیکنان آقا فرهاد را دوست دارند، ولی بنده خدا او تنهاست و در شرایط سختی گرفتار شده است. استقلال چیزی به نام مدیر ندارد و کسی نیست که از بازیکنان و سایرین حمایت کنند. آقا فرهاد ریسک بزرگی کرده است و تا همینجا هم نتایج فوق‌العاده‌ای کسب کرده. الان همه دنیا درگیر کرونا هستند و فکر می‌کنم حل این موضوع خیلی مهم است. ولی می‌بینم یک سری از مردم ایران این مسئله را جدی نگرفتند. این درست نیست، چون ما با خانه ماندن می‌توانیم بر کرونا غلبه کنیم و از مردم می‌خواهم در خانه‌هایشان بمانند. واقعاً فوتبال بدون تماشاگر لذتی ندارد و امیدوارم هر چه زودتر با حضور هواداران لیگ ادامه پیدا کند. میگویند در صورت لغو لیگ پرسپولیس قهرمان می شود. من واقعا قانون را نمی دانم و شاید فیفا بگوید تیم صدرنشین قهرمان شود، اما من فکر می کنم قشنگ تر از لیگ تمام شود و بعد جام بدهند. این برای خود پرسپولیس هم قشنگ تر است. من مصاحبه انجام دادم که باعث سوء تفاهم شد. در آن مصاحبه خبرنگاری از من پرسید که اگر پرسپولیس به او پیشنهاد بدهد واکنشت چیست؟ که من جواب دادم از هر 1000 نفر که چنین پیشنهادی داشته باشد، 1 نفر پیشنهاد تیم رقیب را قبول می‌کند و من هم هرگز به پرسپولیس نمی‌روم. اما از صحبت‌های من اینطور برداشت شد که از پرسپولیس پیشنهاد دارم، در حالی که اصلا اینطوری نبوده است و من از این تیم پیشنهادی ندارم.